بابایشان خداوند شما رو نگه دارد. و وقتی که به آیلت همخوابگی میکنی در تنه از لباس باشد یا شب خاروک یا که کرتو بروک باشد، با آن لباس هایی که در تنت بود جاگه خاروی کردی با همسرت، آن لباس ها که نماز خانی می شود، با احتیاط که یکان جایش نرسیده باشد. التماس در همین باب سوال دید. او دادر از تو هم بروک هم کرتو که کتیز نه چای خواه میری یک آدمی ساده قدر عمل دیند، یک آدم ساده بوده چند. بعضی کتاب ها همین اساس مؤلف های کتاب ها بعضی ساده هستن، خدا رحمتشان کنه. دبالاش ادیال گرفته، گفته کسی اگر دبالاش در ادیال گرفته یا کرپه گرفته قطع همسرش خواب نکنه گناهگار میشه. بس این کدام ماده میشه گفته حضرت زنی باشه سلام بندیم گو آقی این دادری عزیز ما به کرتو برو چه کامر اقتیزنه نه لباسکات خوش رو کس هم یا ازار تپوش پوش خب در وقتی خواب کنه هوای هم کشون ترحمو کار بارد که بود شد من تپوشک تپوش خوارم ذره ندارد. این آیا خود جوان آده بچه ها بسیار ساده هم عزیزان من، اینشالله نشانه خوبی شاند، خدا و نگهشان دارد، غم اسلام شانو میخورن، ترس دارن، خوب هستین. وقتی که خود دانی دادر عزیز که همون هیچ جای لباسی تو آلوده شدگی نیست، میتونی بعد از خواب خیستن غسل کنی همون لباسات پوشی نماز تخانی. لیکن اگر انیق دانی که همون آبش در گجا مقدارش رسیدگی است، اگر آبی منی رسیدگی باشد سهر خیزی قاق شدگی است، او رو با دست شک قاق شکش تازه است ناشوشته هم نماز تخان میشود با کنی دارد. بچه خوش رو در خانه اگر درتان قلف داشته باشد، درتان قلف داشته از نیمی درون قلف داشته باشه کرو چاک کنی خانه جا همخوابگی با کمپیراتان کتی قلفک داشته باشه داری جا کتی زنو زران دار کنی چکم خوری یا خی آی خانه خودو تحسنی خودو تحس بچم پر می پرسیدن که تو راست گو با کی گشتی تو راست گو با کی تو را کی بوسه در آن دیگه دختری سام یافتن ممکن نیست همه مینی روکر همه پلافکر دیگه اگه تو خیلی روکر بابایشان خداوند شما را نگه دارد. به سوال من حتما جواب بوید که من 10 ماه می شود که من به خود نیستم. من سال گذشته آینه‌دار شدم، زندگیم خوب بود، ما یکدیگر را ناز می دیدیم. ماه آگوست گذشته مادرش آمد و دخترش را گرفته برد و من گفت که جدا می شوی. اگر جدا نمی شوی مادر تو نیستم. کلینه گفتم باید که جدا می شوی شد اگر نشوی آبتون مدرم نمانگی باری. هرچند والدینم فهماندن نفهمید، این خوشتامونش قبول می کردن، مرا مجبور کردن که سرته من یک طلاق کردم. مجبوراً امهش گفت که نه 3 طلاق کن. بعد یک طلاق گفتم باز 3 طلاق گفتم. همین طلاق من چند طلاق هست؟ 3 طلاق هست داده کرده. دیگه اون شما زن شما نیست. جوانمرد باید طلاق نکنه. اولش که دوستش میداشتی میکشتند هم طلاق نمیکرد. یا خدا همین زنک یه شپلاق خود میزد کشتن مورد. خیلی مادر است. یه شپلاق وقت نمیمورد یا خیلی. خوب اکنون که طلاق کردیم چم او یک طلاقش طلاق رجعی است. این دویم طلاقی که بالا دکرد این سیتی کردی چارت شد سیتش طلاق زنود از شما جدا شد یکتش در گرمون گناه نمیشته میشه. بچه های عزیز بازم به شما تاکید میکنم طلاق کردن عادت نکنید. طلاق راه حل جنجال زندگی نیست. طلاق آیده را ویران میکند، شما را حسرتی میکند، عصباتان خراب میکند، بچه هاتان یتیم میکند، خانه تان ویران میکند، از مال و مل تانه تقسیم می سازد. بنابر طلاق رای حل نیست و از بین شده خوب جنجال است، آیلوی است. شما خوشنمان تان میدی مادر جان گیرم دختر تو بر یه ما میشته دو ما میشته خوب تا حوصله از گیتون باید روز نبیام. اما من زنی طلاق سرتی ندارم. باید این تو نگفتی میز دو تم نمیگفتی، پاش موچه میکردی، دستاش موچه میکردی، خانمه خیلی میگن یا بار پیشی خر یا خر پیشی بار.
او تقدیر خوشتامانی بد خدا نگر دارم. زن چیز خوب هم میدن خوشتامانش در روش در گور. اونم که خوشتامان میدن. گل به تاراج رفت خار بیمان. سعدی عبدالستان یه حکایی داره که وقت تنگه نمیدیم. خلاصه دادر حضرت عیبای خودت که طلاق کردی دیگر از خفای اون نگر. او سه شده است او دیگر زنی تو نیست. در نزد خداوند من گناهگار هستم. آره گناهگار شدی. توبه کن، استغفار کن، پشیمانی کن، خدا گناه تو گذرد. باز بعد دو ماه من را زن دادم. این دختر را توی کرده به خانه آوردم. شب با وای خانداری کردم، دختر نبود، بیوه بود. حالا زندگیم خوب نیست. من وایش را ناز میبینم بابا جان چطور کنم؟ التماس به من راه زندگی را نشان کن. آدی بچه خوب بودن. آقا این سوالا رو بیا خیلوت کن. من نمازه هست نمیه ایش دیگه همین سوالا رو اکبر مونه چی میشه که من حالی با نباره ایزانی بیوت گوم که خدا وقت دیگه تو های بیوگی و های پروانه تو بچن همین یه شب در بینم بیوه میشه دخترم تو میگرفتی. صبر کن انشالله زندگی خوش رو کن ببینی محبت پیدا میشه باید. این محبت آیست آیست در زنا شوهری پیدا میشه باید. نکاح خود سبب محبت است. انشاءالله گودکدار که شدی امید دارم بین شما در خداوند الفت پیدا میکنه در زندگی تا خوب رفتن میگیرد. بنابراین اگر نصیحت منو گیری با همین همسری که ثانی گرفتی صبر کن زندگی کردن گیر. انشاءالله خدا خیر بین تان در الفت پیدا میشه، محبت پیدا میشه. خوب او بیوگیش فراموتون تم بیوه بودی اخی از هم گرفتی گشتی بایم بیوه بایم بیوه بایم نبرمی فتوه ها در میگه یک آدم در وقت زنگیری شرط میکنه و این شرط البکارت فوجد ها سیبن لزیم ها کرد المهر. یک آدم دختر گرفتنی میشود در وقت پیش از نکاح شرط میکنه که عروس اگر دختر نبرایی مهری تو $500 نه، مهرت $100 است. اگر دختر برایی $500 مهر نه خلیمگی. خوب بعدی هم خوابگی که دختر نبرامد اینه بیوه برا مدرن که این دادر ما باریم همین $500 مهر واجب است یا همون $100 این گفتگیش همون $500 واجب می شود. بنابراین دادر عزیز خوب من به شما بگی شاید این دختر نبرامدن همسر شما نه به سبب زنا کردن، شاید به سبب حیض بسیار دیدن شده باشد، شاید به سبب دختر رفته یکان دارو کار کردن شده باشد. بنابراین شما در حق عروس هم گمانی نکنید. نپرسید که با کی رسیدی. بعضی احمقا نزد من تو بچه ها بسیار میبیان عروسان در شب اول بجای آنکه زندگی شیرین کنن و من تو رو دوست میدارم این خیلی گوید پر میپرسید یعنی تو راست بود به کی گشتی، تو راست بود به کی، تو رو کی بوسه کرد. آه جوان مرد آوه پیش ازم که زنی تو بود و زنی تو نبود و کسی که میگشت کاری وای بود اکنون که نکاح کردی این جانب تو کنترال کن وشی چی کار داری؟ شیره بخیلی که زبان شما طلاق کردم وار کنید اون جنگ هم پیش من هر روز میبیاد آ تو چی کار داری من به کی میگشت نمیگشت تاجکان ما یک مقال دارم اصل در تکی پای خودم نلنگد آ پیش میلنگی نمیکاری تو نبود آخه یه بود دیگه دختری ساق یافتن ممکن نیست همه مینی روبکه همه پلافکه دیگه اگه بود مردم مرد سغیره که همه بیرون میگیره دیگه این است جامعه کم تو شد دنیای قرد دختر بوده های به میگه حالی شما را مگم که کرشگیم بلا همه تو نگه دارو خوارای ما را انصاف دیگه که خیانت نکنه. بنابراین دادر عزیز صبر کن انشاءالله خدا خواهد ثواب هم بگیری سیری همسر تن نبرا خوب البت اینجه ما شما را نمیدونیم کی هستی خوب کردی که نام تو نگفتی اگه من با نام تم میخوندم سیری همسر تا نبرا خود دان خدا زندگی کردن که بعضی بیوه هاست که از دخترها پیده خوبتر هستن از جهت اخلاق و از جهت آداب انشاءالله خدا خواهد برای که بیاری خواهری دادر عزیز.
و نکاح کردن بعد چهارم زن جایز نیست گفتگی. یعنی خداوند در قرآن میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع، هر یک مرد حق دارد که در نکاح خود یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن داخل کند. هر مرد این حق دارد، این خدا برای ما و شما فرمایش داده است. بعد چهار زن هیچ کدام ما و شما نمیتونیم که پنجم زن را در نکاح خود دراریم. یا بعضی سوسته های هست که چهارم شا خلیفه میکنیم و بعد پنجم شا میگیریم، اینا ممکن نیستن. پنجمش وقتی تو نکاح میکنی وای نکاح نکاح نمیشود، وای حکم زنا را دارد. در حالت تو چهارم میتونی که چهار سیوم یا دویوم یکی از این چهار تا را تو طلاق میدهی، بعد میتونی که زن چهارم در نکاح خود دراری. لیکن آیت خداوند در دوام همین آیه چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جوانای عزیز، خداوند این چهار زن و سه زن و دو زن برای آن کسانی امر کرده است که اونها از عهده زندگی میبرایند. اونها تمام تعینات این زنها را از عهدهش میبرایند. برای این از خدا میگه اگر شما خوف برین که من دو زنگی و سه زنگی و چهار زنگی را کردن میتونم، فواحدتن خدا میگه به یک تش کفایت کن. اذا کانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بینهما جاء یوم القیامت و شقه ساقط. پیغمبر گفتند کدام مردی که دو زنه است یا سه زنه است یا چهار زنه است در بین اینها عدالت جاری کرده نمیتوند، و روز قیامت از زن برای زیباگیش و برای شهوت در نکاح نداراره. اگر تو اونقدر جوان مرد هستی و اگر تو مثال کاری ثواب کار باشی، پیغمبری خدا بجز یک دختری باکره دیگر هیچ زنی باکره نگرفتن. پیرای پیغمبر رو چه امروز بیوه ها هستن، کودکدار هستن، برای تربیه اونها مرحمت در نکاح بدارون. اگر خاطری تو مثال برای شهوت نباشد. برادرای عزیز و گرامی، حضرت لقمان یک عجیب یک سخن زیبا دارد. میگه بچه شگو بچم بهترین خوراک بخور. ببینید بهترین جایگاه خواب در خواب کن و در بهترین خانه زندگی کن. میگه بچه حضرت لقمان گفتن که پدر عجایب سپارش دادی، آخی ما آدمی فقیره، ما آدمی کمبغلیم، من از کجا بهترین خوراک میآورم؟ من از کجا بهترین رخت خواب میابم؟ من از کجا بهترین خانه میابم؟ حضرت لقمان بسیار حکیم بودن، بسیار دانشمند بودن. گفتم بچم بهترین خوراک اگر دیر بخور و کم بخور از همون خوراک در دیده بالذت ترین در روی دنیا دیگه خوراکی نیست. یعنی خوراکی را که آدم وقتی در حالت گرسنگی میخورد و وقتی که اگر کم بخورد میگه بالذت‌ترین خوراک همونه بچم. او تربیهش کرد، یعنی گفت گرسنه شدی بعد بخور. ولی در زمانه پیامبر مونم یک دکتر یک بگیم کلینیکای شخصی شد، یکون صحابه پیامبر مراجعه میکنن. این دکتر گفت آخی من این را کشادم که مقصد چهار تنگه کار کنم، آمد پیش حضرت گفت که من را دعا بده که اینجا در کار کده نمیشیده است. حضرت دعاش داد و گفت پیغمبر میشود که مرا بگوی که برای چه می مردم راجعت نکردر من؟ گفت اینها نفرهای هستند که تا گرسنه نشوند خوراک نمیخورند. اصحاب من همین خیال تعلیم گرفته است، تا گرسنه نشود خوراک نمیخورد، اگر خوراک هم که خورد شکمش نیم کشید قط میکنه خوردنم، پر نمیکنه میدارد. یکی از علامت های بیمار نشیدن این بنده های خدا گفت همین های برادر عزیز، زیرا پیامبرم در حدیث ها آمده است معده شما سه خانه داشته باشد، نیم از خوراک، بین نیم از آب، نیم دیگرش ای نفس، از سه خانه باید عبارت باشد. این تعلیمات پیامبر من است. زینی هاست برادران عزیز و گرامی، گفت دیر بخور گرسنه بخو، همون با لذت ترین طعم همون می شود. بعد از آن گفت
مسئله رخت خواب شد گفت گو بچم روزها کار کن، خدمت کن، مهنت کن و روزی دراز خواب نکن. وقتی که همون اشتهای خواب آمد در کجایی که خواب کنی همون بهترین رخت برای تای حقیقتا بر وقتی آدم همون حالت اشتهای خوابش بیاد در بالای نمی سنگ که خواب کنه راحت میکنه. دیکه از بس که روزی دراز خوابیم خوابیم همون دیوان ملایم دهم راحت نداریم. بعد از آن گفت بهترین خانه چی؟ گفت بچم با مردم نیکویی کن، دل مردم را بیاو. اگر دل مردم را یافتی و تو در دل مردم خطا جای کردی بهترین خانه دل مردم هست. حضرت ابی بکر روایت میکند که حبیب خدا گفتن الا انبئکم با اکبر الکبائر. ای مردم مسلمان، حبیب خدا میگوید شما را خبر دهم که کلانترین گناه کدام گناه است. قالوا بله یا رسول الله. گفتیم بله ای حبیب خدا، بزرگترین گناه کدام گناه است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ الاشراک بالله و عقوق الوالدین و کان متکیا فجلس فقال الا و قول الذور فما زال یکرروها حتى قلنا لیته سکت. ابی بکر تمی گوید گفتیم بله ای حبیب خدا، گناه بزرگ کدام گناه است؟ حبیب خدا گوید یکم شرک به خدا آوردن، دویم کسانی که در پدر و مادرشان گناهکار می شوند، پدر و مادرشان احترام نمی کنند. الحمدلله که امروز چگونه ای که اولها شکایت ها از فرزندها داشتن، امروز خیلی پدر و مادرهای هستن که ریزاگی از فرزندها دارن. و من همیشه به همه شما جوانای عزیز فقط پیشنهاد من همین است که پدر و مادراتان احترام کنید، به قدر پدر و مادراتان رسید. سخنهای وزبینه که بالای شما میگن تحمل کنید، برداشت کنید، انشاءالله خدا شما را اجر میدهد. هیچ وقت به سوی پدر و مادر زبان درازی نکن. اگر تو اخلاص ایمانت کامل باشد پدر و مادر هرگاه خانه در آید تو پیش او خیزی، به خدا قسم انشاءالله آینده تو نیک است. احترامش کن، حرمتش کن. اگرچه وای تو عالمم که باشی، وای بی سوادم که باشد، وای در نزد خدا قدرش از تو بلندتر است. وای احترام کن. حبیب خدا گفتن یکم شرکی به خدا گناهی وزنین است، دویم حقوق پدر و مادر را پایمال کردن. لیکن ابی بکر تا میگوید پیغمبر خدا وقتی این سخن میگفت تکیه زده بودند، از تکیه خیستن در جایشان نشستن و چی گفتن؟ سیوم گناهی که خداوند گویم بنده را به سبب او عذاب میکند این دروغ گفتن است. فمزال یکرر روها. صحابه میگوید درو درو پیغمبر تکراری و تکرار همین گپ میگفت، سخنی دروغ، سخنی دروغ، سخنی دروغ. حتی میگوید صحابه که لیته سکته، میگفتیم کاش که پیغمبر خدا خاموش ایستد. یعنی اینقدر زیاد درباره سخن دروغ گفتن. امروز بسیاری جوانان را میبینیم، بسیاری گویم کلانترها را میبینیم دروغ میگویند. حتی دروغ اگر به شوخی هم که دروغ گویم وای دروغ است. نابسته من جمعه پیشین برای چی گفتم جوانای عزیز، جوانای عزیز شما در مکتب هاتون معلماتون دروغ نگویید. از ما سوال کردین که اگر دروغ گفته و آمده جمعه خانه ما گناهکار میشیم، شما گناهکار میشوید. شما دروغ نگویید، معلم هاتون هم فریب ندهید. وقتی تو معلم فریب دادی این یقین است زبانی تو عادت میکنه، تو پدرت هم فریب میدی، تو مادرت هم فریب میدی، تو یار و رفیقت هم فریب میدی، همه را فریب میدی. از این خاطر هیچ معلم هم فریب ندهید، همیشه در درساتون باشید، همیشه درساتون خوانید، همیشه کوشش کننده فعال باشین. من خودم اتیستاتای من اگر شما تماشا کنین باور که من سه ندارم از مکتب، همش چهار و پنج است. یگان سه من در مکتب گرفتگی نیستم. ما سه میگرفتیم به خدا قسم غمگین میشدیم. امروز جوانی حاضره را من از زبان روسی ها که یگان زبان دیگر میپرسم نمیداند پدر با روسی چی میشود. برای که وای چی هست؟ وای بیپرواه هست. برای که وای معلم شب فریب میدهد. برای که وای گویم
در درس ها فعال نیست. اما آینده ما را چگونه می سازیم؟ چگونه می سازیم؟ این حسی وطن دوستداری نیست. وقتی که متخصیص های ما از دیگر وطن آیند و این وطن ما را آباد میکنند، هیچ وقت متخصیص های ما باید از خود مردم ما باشد. دروغ این یکی از گناه های کبیره هست. همه تلفن سکندمیر دارد که ثانیه را حساب میکنه، یک دو سه و چهار پنج. به خدای مهربان قسم که من خودم یک تخمین کنم، همون سکندمیر شاکر جه خیدمو گفتم که در یک منوت من چند بارم این سوره فاتحه را خوانده میتونم. همون را زیر کردم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب آمدم ولا زالین آمین خوندم، باز خوندم، باز خوندم. در یک دقیقه برادر عزیز پنج بار سوره فاتحه خوندم. علما میگن در یک سوره فاتحه را خواندن 600 ثواب است. تصور کن در یک دقیقه پنج بار 3000 ثواب در یک دقیقه است. ببین چقدر ما اهمیت نمیتیم. یک دقیقه در آدم میتوند 3000 ثواب. وقتی که الله دویم بار جانت در ما بر میگرداند، ما از خدای مهربان چی خواهش داریم؟ میگیم خدای مهربان رب ارجعونی، ما را یک بار دیگه به دنیا بر نمیگردانی. برادر عزیز، این دنیا چی دارد که ما برای این از خدای مهربان بازگشت دویم بار داریم؟ میگه لعلی اعمل و صالحا فیما ترکتو. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقتای بهودهی را که گذرانیدم، میخواهم جبرانی او را با عمل صالح بگردانم. میخواهم که عملهای صالح کنم. میخواهم پایبندی زیادتر حسنات شوم تا در پیش تو آمده و از اهل خجالت نباشم. پیغمبری خدا بر امت تأکید کردند که پس هر یک نماز هر یک امتی من این دعا را بخواند. اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جهنم و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. پیغمبری خدا فرمودند پروردگارا پناه طلب میکنم به سوی تو، اولا از عذاب جهنمت، از عذاب دوزخ خود که برای بنده های گناهگار آماده شده است و حرارت او از حرارت دنیا 70 برابر زائد است. خدایا به سوی تو از او پناه طلب میکنم و خدایا به سوی تو از عذاب قبر پناه طلب میکنم که عذاب قبر بر همه رسیدنی است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ حضرت جامی میگوید رفیقم از دنیا گذشت، رفته پرسان کنم حالی تو در این خانه چگونه است. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ احوال مرا چی میپرسی؟ این احوال ما برای تو چگونه بیان کنم؟ وقتی که تو وارد این خانه شوی خود آگاه میشه که این حالت چه حالت است. پیغمبر خدا دعا پناه طلب کردند، خدایا از عذاب قبرت مرا نگه بدار. و سیوم گفتند خدایا از فتنه های زندگی و فتنه های وقتی جان سپاری نگاه بدار. و در آخر گفتند خدایا از فتنه مسیح دجال ما را نگه بدار. این دعایی هست که همه شما پیغمبر خدا تعلیم دادند که بعد هر یک نماز شما پناه طلب کنید. هر سحر برخیز ای دل خدمتی جبار کن، هر سحر برخیز ای دل
خدمت جبار کن، گر توانی بعد خدمت گریه بسیار کن. گریه و زاری عجب سرمایه درگاهی هوست، هر دم صبح سعادت خیش را بیدار کن. الله رحمت و مغفرت کند. حضرت حافظم همین منظره را برای ما و شما بیان کردند. آدمای نادان و آدم جاهل وقتی که پیشوای ما و شما می شود، باور کن آدم دانا دیگر جگرخون می شود. وقتی می بیند یک آدم نافهم پیشوا هست و آدم دانا از پس وی است، این باور کن در هیچ شرایط راست نمی آید. همین است که شاعر حافظ می گوید: از تقاضای زمان و گردش چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای و خوک را گفتم امک. این چی شوره است در این دور قمر می بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهری نه پدر را به پسر می بینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد. امروز ما جنجال بین دو برادر را خلاص میکنیم. دو برادری که از یک پدر از یک مادر هستند، اونها را جنگ اونها را ما خلاص میکنیم، رفته اونها را مصلحت میدهیم. اینا همه نشانه قیامت هستند. هیچ مهری نه پدر را به پسر میبینم، حتی مهری پدر از فرزند کنده میشود. دیروز یک فرزند در نزد من شکایت کرد، من نام او را نمیگیرم، گفت داملا گفت نزد پدر میرم میگد که نزد من تماما نیا که دعای بدت میکنم. برای خاطر زنش، برای خاطر که زنی نو گرفته است، پیش من نیا بچم که من ترا دعای بد میکنم، که لازم شدی من ترا دعوت میکنم. ای حضرت ها بیهوده نگفتند، هیچ میره نه پدر را به پسر میبینم. مردمان روز بهی میطلبن از ایام، مشکل این است که هر روز بتر میبینم. هر روز ما دعا میکنیم، هر روز خواست ما، آرزوی ما این است که بهبودی میشود، بهبودی میشود، لکن روز به روز مشکلات و نافهمی در بین ما و شما پیدا شده ایستاده است. ابلهان را همه شربت زگیلاب و قند هست. بین این مصرع شعریش همین حدیثی که الحال به شما گفتم. آدم های جاهل، نامناسب، نامطلوب، نامعقول، احمق پیشوای ما و شما می شوند. ابلهان را همه شربت زگیلاب و قند هست، قوتی دانا همه از خون جگر می بینند. کجا یک دانا هست بیچاره حالش وزنین است؟ کجا یک آدم با خرد است زندگی خوب دریاب کردن می تواند؟ کجا یک آدم ابله است؟ کجا یک آدم نافهم است در بهترین شرایط زندگی دارد؟ ابلهان را همه شربت زگیلاب و قند هست، قوتی دانا همه از خون جگر می بینم. از پیتازی شده مجروح به زیر پالان، توقی زرین همه در گردن خر می بینم. توقی زرین زیب عصب داشت، این منصب و این پیشوایی زیب آدم خاندگی و زیب آدم دانا داشت، لیکن این توقی زرین در گردن خر پرتافتن. حالان که برای خر همون جیل، همون پالانی که ذکر کرد، همون جیلی کونه مناسب بود، نه این توقی زرین. دختران را همه جنگ است و جدال با مادر، پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. هر روز جنگ بین مادر و بین دختر است. هر روز فرزندها آرزو میکنند که این پدرها از بالای سر اونها دور شود. پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. پند حافظ شنو ای خواجه، برو نیکی کن، که من این پن به از گنج و گوهر میبینم. برای زنک نشان میده دسته گل است. بین وقتی دسته گل از زنک که میبیند
دیگر خودش در بالای مردک میپتاید. خوب مایلش آقی شما هم آقی سنتی ما هست، این سنتی رسول هست. شما هم دست گل گرفته برای شما هم یک خوشبویی را گرفته برده، مثال سلام که کردی از کسی که دو برای یک خوشبویی را در دست بکنی، آقی همون خوشبویی را که استفاده برد با کجا میرود با پیش آخه ای بوی خوشی همو تو استفاده میبری دادر یزید، همون یک خوشبویی نمی جاید سامان های تو سامان های آخر سن سامان های، لیکن دل برداریش را میدانی چقدر معنی بلند دارد. این است آن چیزی که خدا از ما میخواهد. رسول از بنام پروردگار چیزی از خودم زم نمیتونم، چیزی از خودم در این بین نمیدارم. آن چیزی که میگویم برای Thank you.